سخت خبر. هجوم معترضان به فرمانداری سراوان در جنوب شرق ایران، پلیس گاز اشکاور شلیک کرد. توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران، دولت میگوید توافق با آژانس برای کاهش هزینه بود، مجلس کمیسیون حل اختلاف تشکیل میدهد. انتشار گزارش تازه از خشونت‌ها در افغانستان، سازمان ملل میگوید بعد از شروع مذاکرات بین افغانی حمله به غیر نظامی‌ها بیشتر شده. و اولین تصاویر از گرد و خاکی که کاوشگر ناسا در مریخ به پا کرد. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. مقام‌های امنیتی استان سیستان و بلوچستان ایران تایید کردند که دست کم دو نفر در جریان تیراندازی دیروز ماموران در منطقه مرزی سراوان کشته شدند. فعالان بلوچ شمار کشته شدگان رو 10 نفر و منابع محلی بیش از 30 نفر ذکر کردند. خشونت‌های مرگبار دیروز که با تیراندازی به سمت سوختبران شروع شد، امروز باعث نارامی در شهر سراوان و هجوم معترضان به فرمانداری این شهر شده. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. با چکنجا شما خالی. این تازه ترین تصاویری است که از وضعیت ناآرام امروز در سراوان در پی خشونت‌های مرگبار روز گذشته به دست بی بی سی رسیده. در تصاویر ناآرامی‌های امروز می‌بینیم که گاز اشکاور به سمت معترضان پرتاب شده. دست کم یک خودروی پلیس به آتش کشیده شده. هنوز روشن نیست که آیا کسی در ناآرامی‌های امروز سراوان صدمه دیده یا نه، ولی بسیاری از راه‌های منتهی به سراوان بسته شده و دسترسی به اینترنت محدود است. ناآرامی‌های امروز در پی هجوم مردم معترض به ساختمان فرمانداری سراوان بالا گرفت. معترضان توانستند از نرده‌های فرمانداری عبور کنند. آنها سپس خود را به داخل این سالن فرمانداری رساندند. در این ویدیوها نشانه‌ای از درگیری با ماموران دیده نمی‌شود و حتی 2 نفر که به نظر می‌رسد کارکنان دولت باشند در این سالن حضور دارند. اما بیرون سالن تنش به وضوح بیشتر است. معترضان از کشته شدن شماری از سوختبران توسط ماموران امنیتی خشمگین هستند. در این ویدیو دیده می شود که بخشی از لوازم فرمانداری به آتش کشیده شده. این معترض به کشته شدن 37 نفر در تیراندازی های دیروز در منطقه مرزی بمپشت اشاره دارد، رقمی که تایید نشده. فعالان حقوق بشر میگویند که تیراندازی‌های دیروز به سمت سوختبران دست کم 10 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران مرزی در حال شلیک تیر هوایی هستند. اما روشن است که فقط تیر هوایی نبوده و به سمت سوختبران تیر مستقیم هم شلیک شده. و دست کم در این مورد جوانی دیده می‌شود که در خون خود غلطیده. روز گذشته مسئولان محلی سیستان و بلوچستان امروز در روایتی که خود از خشونت‌های دیروز ارائه دادند گفتند که تیراندازی‌ها ابتدا از طرف ماموران مرزی پاکستان صورت گرفت و کشته شدن دست کم 1 نفر را تایید کردند که بعداً این رقم به 2 نفر افزایش یافت. البته تقریبا بیش از 2 ساعت مذاکره انجام شد با اینها که در واقع خویشتنداری بکنن و هجوم شدت پیدا میکنه و با شکستن درب‌های گذر و ایراد خسارت جمعیت وارد میشن و در بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود. فقر و محرومیت شدید در سراوان کسب درآمد از راه جابجایی سوخت به آن سوی مرزها را به یک راه امرار معاش بدل کرده. سراوان با ناآرامی و خشونت بیگانه نیست، اما به نظر میرسد آنچه دیروز بر سوختبران محلی گذشت خشمی کم سابقه را در میان بخشی از ساکنان این منطقه برانگیخته. سیاوش اردلان، بی بی سی. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا با ما هست. آقای نخل احمدی، سوختبری در این منطقه چیز تازه‌ای نیست، دولت هم رو به رسمیت میشناسه، کارت سوختبری حتی داده میشد به کسانی که سوخت میبردن و از مرز رد میشدن. چه نشانه‌ای وجود داشت که این اتفاق داره اونجا شکل میگیره؟
خدمت رو عرض کنم چند سال قبل ابتدا عرض کنم که خب از زمانی که سال 88 و 89 که امنیت استان سیستان و بلوچستان به سپاه پاسداران تفویض شد، خب به هر حال یک سری نارضایتی های بر اساس طرحهایی که سپاه پاسداران در این استان اجرا کرد به وجود آمد. چند سال قبل آمدن و اعلام کردند که در نوار تا نوار 20 کیلومتری مرز بومیانی که در این منطقه هستند میتونن با در واقع داشتن کارت سوخ جابجا بکنن، اما باید تحت نظارت حالا نهادهای مرتبط که احتمالاً سپاه پاسداران هست باشه. این مسئله خب به هر حال سپاه پاسداران توقعش بر این بود که بتونه در واقع کنترل بکنه این مسئله رو، اما خب جایگاه‌های سوختی که در منطقه وجود داشتن به بومیانی که سوخت‌بری می‌کردن هم سوخت می‌دادن برای جابجایی. نهایتاً چند وقت گذشته ظاهراً سپاه پاسداران یک طرحی رو به اجرا گذاشت به نام طرح رزاق. چندین پمپ بنزین در نوار مرزی سپاه پاسداران تأسیس کرده است و فقط اعلام کرده است فقط کسانی که در واقع مورد تایید یا به هر حال از طرف سپاه پاسداران هستند اجازه جابجایی سوخت دارند و دیگران اجازه چنین کاری رو ندارند. این مسئله خب مورد اعتراض قرار گرفت. جمعی هم که دیروز در واقع در اعتراض به این مسئله جمع شده بودند، برخلاف اون چیزی که معاون سیاسی امنیتی سیستان بلوچستان گفت، اینها در پاکستان نبودند، اینها در خود ایران بودند. در اعتراض به این مسئله اینها جمع شدند که به قول منابع محلی از طرف نیروهای سپاه پاسداران شلیک انجام شده و خب به هر حال خساراتی که تا الان ما دیدیم به جا گذاشته. برخی از کارشناسان و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم میگن که سپاه پاسداران عملا و خود دولت شاید قصد دارن که این امر سوختبری رو خودشون انجام بدن و عملا از این مسئله سودی هم عاید اونها شاید بشه. چقدر میشه این مسئله رو تایید کرد؟ خب تا حدود بسیار زیادی شواهد و قرائن نشان دهنده همین مسئله هست. به هر حال سپاه پاسداران به دلیل تحریم ها بخشی از درآمدهایی که داشته رو از دست داده است. صحبت های بسیار زیادی در طول سالهای گذشته شده است، خصوصا مثلا آقای کروبی سال 88 اعلام کردند که نزدیک به 80 اسکله قاچاق مواد مخدر یا حتی فرودگاه هایی هستند که اینها نظارتی بر اونها وجود نداره و از طریق اینها کالای قاچاق کالا انجام میشه. خب حتی ایسنا و برخی دیگه از رسانه‌های رسمی کشور هم این مسئله رو تایید کردند. به هر حال اینکه سپاه پاسداران در امر قاچاق مواد یا کالا دست داره مسئله هست که خب به هر حال تا حدود زیادی تایید شده، اما ما می‌بینیم در امر مسائل مثل پولبری و حالا سوخبری هم سپاه پاسداران بدش نمیاد که نهایتاً اگر قرار هست سودی برده بشه حداقل تحت کنترل اونها باشه و اونها هم بتونن از این منفعت استفاده بکنن. در کردستان ما چند روز گذشته گزارش منتشر شد فقط در 7 استان کرمانشاه نزدیک به 110 کولبر زن بودند که خب به هر حال شرایطی که اینها دارن شرایط بسیار سختی است. روزانه شاید 10 کیلومتر اینها باید پیاده روی بکنن. به هر حال خب مقصر اصلی از طرف منابعی که در سیستان و بلوچستان هست سپاه پاسداران قرار داشت. ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگارم. چند خبر کوتاه. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایران خواسته تحقیقاتی شفاف درباره مرگ بهنام محجوبی درویش گناوادی زندانی انجام دهند. بیشتر توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا هم مرگ آقای محجوبی را ناشی از بدرفتاری مسئولان ایران دانسته بود. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری بازداشت آقای محجوبی در شرایطی ادامه داشت که پزشکی قانونی تشخیص داده بود حبس او باید به دلیل بیماری تمام شود. موج جدید همگیری کرونا به همراه قطعی آب باعث تعطیلی شهر اهواز شده. استانداری خوزستان میگوید تصمیم تعطیلی ادارات در روز سه‌شنبه به خاطر اهمیت رعایت مسائل بهداشتی در وضعیت همگیری بوده. اهواز و 10 شهر دیگر استان خوزستان در وضعیت قرمز کرونا هستند. خبرگزاری‌های ایران میگویند خوزستان در روزهای اخیر شاهد افزایش 45% موارد فوت به دلیل کرونا بوده. وکیل لیلا حسینزاده فعال دانشجویی از محکومیت دوباره او به 5 سال حبس خبر داده. علت این محکومیت برگزاری جشن تولد جلوی دانشگاه شریف برای محمد شریفی دیگر فعال دانشجویی دربند در فشافویه و خواندن سرود خون ارغوان ها در این تجمع عنوان شده.
به گفته امیر رئیسیان حکم جدید در حالی صادر شده که پزشکی قانونی یک بار تایید کرده بود خانم حسینزاده با توجه به بیماری شدید توانایی تحمل حبس را ندارد. ایران میگوید از امروز اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های اضافی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف کرده. نماینده ایران در این نهاد گفته از امروز چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم و دستورات لازم به تأسیسات هسته‌ای صادر شده. با این حال مدیر کل آژانس اخیراً در سفر به تهران به توافقی با مقام‌های ایران دست یافته که بخشی از نظارت‌های آژانس به مدت 3 ماه ادامه پیدا می‌کند. این توافق خشم نمایندگان مجلس را برانگیخت و اونها رئیس جمهوری رو به دلیل نقض قانون به قوه قضاییه معرفی کردند. کیوان حسینی گزارش میده. نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای ایران که قرار بود از امروز محدود شود، اما در نهایت ایران توافق کرد که این دوربین‌ها سر جایشان بمانند و فعالیت‌ها را ضبط کنند. دست کم تا 3 ماه دیگر. ترتیبات هم اصلش این است که نوارهایی که ضبط میشه از برنامه های ما که هیچگاه هم به صورت زنده به آژانس ارائه نمی شد بلکه روزانه و هفتگی ارائه می شد نگه داشته می شه در ایران و در اختیار آژانس قرار داده نمی شه. عقب نشینی ایران نتیجه سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران بود. ما دوباره تأکید کردیم که ایران به اجرای نظارت جامع در چارچوب توافق ادامه دهد، بدون هیچ محدودیتی و به همان شکلی که تاکنون انجام می شده. برای مجلس این خبر خوبی به نظر نمی رسید، چرا که آنها قانونی تصویب کردند که بر اساس آن دولت موظف شده بود اگر تحریم های آمریکا لغو نشد نظارت آژانس را محدود کند و غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد. مجلس شورای اسلامی این تصمیمی که یک جاده یک طرفه بود رو پایان داد. واکنش نمایندگان مجلس به نادیده گرفتن نظرشان این بود که روز دوشنبه تصویب کردند حسن روحانی رئیس جمهور به دلیل نقض قانون مجلس به قوه قضاییه معرفی شود. تصمیمی که ظاهراً منتقدین دولت در مجلس بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی گرفتند. دولت و مجلس، یعنی بین اون کاری که دولت کرده و اون برداشتی که مجلس داره، یه اختلاف نظری وجود داره. این اختلاف نظر رو باید حل کرد، باید حل کنن، نبایستی این اختلافات اینجوری رو یا رها کنن به حال خود یا تشدید کنن و نشان دهنده دو صدایی باشه. نه، اینا قابل حل، باید حل بکنن. در نهایت روز سه‌شنبه مجلس اعلام کرد برای حل مشکل یک کمیسیون حل اختلاف تشکیل خواهد داد، هرچند که دولت همچنان مصر است عقب نشینی اخیر در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده. با سررسیدن موعد اجرای قانون مصوب مجلس در راستای توقف اجرای پروتکل الحاقی، سازمان انرژی اتمی توافق مؤثر و اطمینان بخشی را با آقای گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صورت داد که اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در آن مد نظر قرار گرفت. نتیجه اینکه در نهایت گره برنامه هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا از همینی که هست کورتر نشد، چرا که تا همینجا هم موضع کاخ سفید هنوز تغییری نکرده و واشنگتن میگوید تا ایران به اجرای کامل برجام روی نیاورد از لغو تحریم‌ها خبری نخواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری روز. به دنبال تیراندازی دیروز به سوی سوختبران در سراوان در جنوب شرق ایران، امروز معترضان خشمگین به فرمانداری این شهر حمله کردند. پلیس به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کرده. ایران رسما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد، همزمان با شدت گرفتن تنش‌های لفظی بر سر توافق تازه ایران و آژانس بین‌المللی. مجلس ایران کمیسیون حل اختلاف با دولت تشکیل می‌دهد. در ادامه این برنامه، اولین تصاویر از لحظه فرود کاوشگر ناسا بر روی سیاره مریخ. گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد قربانیان غیر نظامی حملات سال 2020 در افغانستان نشان می‌دهد که پس از آغاز گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان، تعداد کشته‌ها و زخمی‌های غیر نظامی بیشتر شده.
هرچند بر اساس این گزارش میزان کلی تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی حدود 15% کاهش یافته. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با انتشار گزارشی تازه گفته که در سال جاری خورشیدی تعداد 2019 کودک در میان کشته شده ها و زخمی های جنگ بودند که نزدیک 24% کل قربانیان غیر نظامی را تشکیل میده. نسرین نوا همکارم از کابل با ما هست. نسرین، کمی بیشتر از جزئیات این گزارش برامون بگو. سازمان ملل تلفات غیرنظامیان در سال 2020 را نگران کننده و وحشتناک خوانده، خصوصا تلفات در ربع آخر این سال را. نظر به این گزارش، در سال 2020 بیشتر از 3000 نفر کشته شدند و بیشتر از 5700 نفر زخمی شدند. همه اینها غیر نظامی ها بودند. هرچند که نظر به این گزارش گفته شده که میزان کلی تلفات نسبت به سال قبلش 15% کاهش یافته، بیشتر به دلیل کاهش حملات انتحاری در کلان شهرها، ولی در این گزارش آمده که تلفات ناشی از مواد منفجره جاسازی شده و همینطور حملات هدفمند 45% افزایش داشته. در این گزارش گفته شده که در حالی که انتظار می‌رفت سال 2020 سال صلح افغانستان باشه، سالی که مردم به صلح نزدیک‌تر بشن، باز هم غیر نظامیان زیادی جانشان را از دست دادن. در این گزارش مسئولیت بیشتر تلفات به طالبان نسبت داده شده، چیز بیشتر از 40%، و بعد 8% مسئولیت هم نسبت داده شده به داعش و 24% گروه های طرفدار دولت و نیروهای دولتی. و همینطور در این گزارش انگشت اتهام بیشتر به سمت طالبان هست. اینجا اونها همزمان مذاکرات صلحی در جریان هست، واکنش طالبان چه بوده و همینطور دولت چه میگه؟ طالبان گفتن که این گزارش نادرست هست. طبق معمول این میزان و این میزان تلفات و این آمار را رد کردن و گفتن که به صورت سلیقه‌ای کسانی که در تهیه چنین گزارشی دست داشتن در پی پنهانکاری عاملان اصلی چنین تلفات و حملاتی هستند. و اما دولت هم دوباره انگشت انتقاد به سوی طالبان بلند کرده و گفته 45% حتی کم هست چیزی که در این گزارش آمده و از سازمان ملل و نهادهای مربوط خواسته که در جمع‌آوری ارقام دقت بیشتری به کار ببرن. و دولت در اعلامیه با این جمله خودش را مبرا کرده که ما در تلاش این هستیم که جان غیرنظامیان را حفظ بکنیم، به همین دلیل عملیات نظامی خود را کاهش دادیم. در حالی که در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده که تنها 126 کودک در سال جاری شمسی در منازعه میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح از جمله طالبان کشته شدند. ممنونم ازت نسرین نوا، همکارم از کابل. با واکسیناسیون کرونا از امروز در افغانستان آغاز شد. افغانستان 500,000 دوز واکسن کرونا از هند وارد کرده که تولید داخلی اون کشور است و به تازگی تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را هم گرفته. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز روند واکسیناسیون بر ایجاد یک نظام برای توزیع عادلانه واکسن در کشورش تاکید کرد. در آمریکا شمار قربانیان کرونا از مرز 500,000 نفر گذشت. پس از اعلام رسمی این رقم، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مراسم یادبود آن را غم‌انگیز خواند و از مردم کشورش خواست به اندوه کرونا عادت نکنند و اجازه ندهند تکرار هر روزه آمار موجب بی‌حسی و بی‌تفاوتی نسبت به عمق فاجعه شود. با این حال در هفته‌های اخیر آمریکا شاهد کاهش نسبی گسترش ابتلا به کرونا بوده و دولت این کشور واکسیناسیون عمومی را شتاب داده. آمریکا دو عضو دیگر ارتش میانمار را که در کودتای اخیر این کشور دست داشتند تحریم کرد. وزیر خارجه آمریکا از اقدامات و تحریم‌های بیشتر علیه افرادی خبر داد که به گفته او خواسته‌های مردم را با جنایت خشونت‌آمیز سرکوب کردند. گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 هم با محکوم کردن خشونت ارتش در سرکوب معترضان گفته استفاده از سلاح علیه مردم غیر مسلح به هیچ وجه پذیرفته نیست و ارتش باید پاسخگوی اقداماتش باشد. تا کنون 3 شهروند در اعتراضهای میانمار کشته شدند. نزدیک به 1/3 ماهیان آب شیرین دنیا در خطر انقراض قرار دارند. آلودگی آبها، ماهیگیری بی‌رویه، سدسازی و زهکشی رودخانه‌ها و تالاب‌ها از جمله تهدیدهای پیش روی حیات ماهی هاست. 80 گونه ماهی تا کنون منقرض شدند، تنها 16 گونه در سال گذشته.
ماهی‌های آب شیرین منبع اصلی پروتئین برای 200 میلیون نفر هستند و شغل و معاش 60 میلیون نفر در سراسر دنیا به اونها گره خورده. در حالی که کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران باقی مونده، دیشب اولین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست فدراسیون برگزار شد. از بین 4 نامزد، علی کریمی، ستاره سابق تیم ملی، ترجیح داد تا در مناظره شرکت نکنه. بعد از استعفای 15 ماه پیش مهدی تاج، فدراسیون فوتبال ایران توسط سرپرست اداره میشه و در حال حاضر با مشکلات جدی مالی روبروئه. در این زمینه بیشتر صحبت می‌کنیم. اول تکه‌ای از صحبت‌های بعضی از نامزدها از مناظره دیشب رو ببینیم. فقط هر سه عزیز توی این 5 دقیقه پایین این دو تا نکته رو قطعا جواب بده، چون ما همه اینا رو داریم ضبط می‌کنیم، بیننده‌ها دارن می‌بینن، بعداً پخش می‌کنیم. بعداً نگید آقا این ما فدراسیونی که تحویل گرفتیم، ما یه ویرانه رو تحویل گرفتیم، اینقدر بدهی داشت. ما اگه الان مینی کاری نمی‌تونیم انجام بدیم، باز دوستان نداریم، پول نداریم، پولمون تو فیفا بلوکه شده است، تو اف سی پولمون مونده. اینا رو همه بیننده‌ها حفظن به خدا. توی این چند سال اخیر اینقدر شنیدن که آقا بدهی داره فوتبال، مشکل داریم، نمیدونم این موضوعی که تحریمون دیگه نخنما شده. شما خودتون الان دو تا راهکار گفتید، من همین الان دارم آجوری گفت، من همین الان میدونم که چه جوریه. از بیشتر بخشای از صحبت های موجی برنامه بود. همکارم پوریا جعفری خوب مناظره کامل دیده، میتونه بیشتر به ما بگه. پوریا بگو که در این مناظره چه گذشت. اول از همه نکته ای که مهمه اینه که علی کریمی حضور نداشت. علی کریمی همزمان با این مناظره که حالا بهتر اسمش رو مناظره نداریم و توضیح خواهم داد، یک مصاحبه اینستاگرامی رو در نظر گرفته بود برای یکی از تلویزیون‌های اینترنتی و همینطور شبکه‌های اجتماعی، که این توسط اون نهادی که نظارت میکنه رو محتوای تلویزیون ایران اجازه بهش داده نشد که پخش بشه. نایب رئیس که نامزد کرده علی کریمی، مهدی مهدوی کیام، از طریق اسکایپ اومده بود که تو این برنامه شرکت بکنه. الان میخوان از طریق اینستاگرام پخشش بکنن که هنوز اجازه نگرفتن. و دلیلی که علی کریمی شرکت نکرد تو مناظره، گفته که این حرفایی که دیشب زده شد همش نمایشی هست. تا یه اندازه ای هم میشه گفتش که درسته، واقعا اسم اینو نمیشه گذاشت مناظره، به خاطر اینکه ما داریم راجع به انتخاباتی صحبت میکنیم که بین 87 تا 91 رای در مجمع انتخابات وجود دارن، و اینکه واقعا صحبتایی که دیشب انجام شد توسط این نامزدها تا چه اندازه تاثیر میذاره. به فرض مثال که مثلا رأی کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی رو عوض بکنه یا هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان رو عوض بکنه، بیشتر به نظر میرسه که اینها بر اساس اون روابطی که این 4 نفر با اون افراد شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی دارن که در انتخابات میتونن رأی بدن. انتخابات 10 اسفند برگزار میشه و سوال منم دقیقاً همین بود که واقعا چقدر این مناظره آیا تأثیری هم در نتیجه اون انتخابات میتونه بذاره که تو میگی نه؟ مشکل اینجا خیلی مشکل مشخصیه. به قول معروف فیل داخل اتاق یا لباس امپراتوره، اینه که فوتبال ایران با 2 موزل اساسی روبروه. یکی که پول توش وجود نداره برای اینکه بدهیاش سنگین داره، از همه مهمتر این پرونده مارک ویلموتس که داره میاد که دادگاه حکمیت بخواد این رو تایید بکنه، واقعا با یه عدد عجیب غریبی هر کدوم از این آقایون که بخواد رئیس فدراسیون بشه بلافاصله روبرو خواهد بود، به علاوه مخارج تیم ملی، به علاوه مخارج دیگه. و هی صحبت هم مثلا اینجا شد که آقا یه سری پول توی فیفا یا AFC هستش. پولهایی که تو فیفا یا AFC هست دو حالت بیشتر ندارن، یا از مسابقات بین‌المللی هستن که به تیم ملی میرسن، یا مربوط به پروژه‌ای هستن که ایران باید طرح بده و اون پول‌ها رو دریافت بکنه، و پول مارک ویلموتس نمیشه از این پول‌ها رفت و پرداخت کرد. که مهمم اینجاست که این پول از چه طریقی میتونه بیاد تو فوتبال. فقط از طریق پخش تلویزیونی و تا موقعی که صدا سیمای ایران پول فوتبال رو نده این پول نمیتونه بیاد. مسئله دیگه هم مسئله شرط بندی و فساد داخل فوتباله که این آقایون در موردش صحبت کردن دیشب. ولی وقتی که توی لیگی داریم صحبت میکنیم که دسته پایینترش 21 کورنر توی نیمه میذارن یکی از تیم‌ها، مشخصه که آلودگی شرط بندی تو فوتبال ایران خیلی جدی‌تره. خیلی کوتاه بگی پیش‌بینی چیه؟ به نظر میرسه که تو این حالتی که الان داریم نگاه میکنیم، شهاب الدین عزیزی خادم تو وضعیت بهتری قرار داره، ولی فکر نمیکنم هیچ کدوم 45 تا یا 50 تا رای داشته باشن که بتونن تو مرحله اول برنده بشن. آقای آجرلو و همینطور کیومرث هاشمی رو همدیگه فکر میکنم نزدیک 45 تا داشته باشن. علی کریمی 10-15 تا و بقیه رای هام مال شهاب الدین عزیزی خادم خواهد بود. احتمالاً یه ائتلافی صورت میگیره میره دور دوم که علی کریمی نمیخواد شرکت بکنه. ممنون از پوریا جعفری همکارم.
سازمان فضایی آمریکا ناسا تصاویر ویدئویی جدیدی از لحظه فرود ربات کاوشگر خودش پرسیویرنس یا پشتکار منتشر کرده که جزئیات نحوه فرود و این لحظه تاریخی رو نشون میده. این ویدئو دقایق آخر پیش از نشستن این ربات بر روی سطح کره مریخ رو نشون میده و به ویژه لحظه بلند شدن گرد و خاک از سطح مریخ که بر اثر فرود کاوشگر روی اون به وجود اومده. ربکا مورل گزارش میده. From the release, از باز شدن سری چت تا رها شدن پوسته کلاهک. First look at the surface. و تصاویری از مریخ که قبلا دیده نشده. با نزدیک شدن مریخ 90 به سطح سیاره سرخ گرد و خاک به پا می شود. و بعد از زاویه دیگر لحظه فرود ضبط می شود. فرود تایید شد. سیستم حامل ربات ناپدید شد. قادر نیستیم که روی زمین آزمایشش کنیم و این اولین فرصت دیدن چیزیه که مهندسای ما طراحی کردن و برای من سخته که این لحظه احساسی و هیجان انگیز رو ابراز کنم. و عکس های هم ارسال کرده، سلفی مریخ پیما از خودش و عکسی از پیرامون جایی که روی آن فرود آمده. فرصت دیدن بخش کوچکی از سطح مریخ را به ما میدهد. حالا اولویت آزمایش ربات پیشرفته پرسیویرنس است. رباتی که ماموریتش نمونه برداری از صخره های مریخ است و آزمایش آنها برای بررسی وجود نشانه های زندگی در آن. این ربات سعی می کند از اتمسفر این سیاره که عمدتا متشکل از دی اکسید کربن است اکسیژن تولید کند. اکسیژنی که برای فرود انسان به مریخ اساسی است. ابتدا این مینی کوپتر به پرواز در خواهد آمد تا منظره های جدید از سیاره سرخ را ثبت کند. اتمسفر مریخ خیلی غلیظه و به نیروی زیادی برای بلند شدن احتیاج داره و باید پروانش خیلی سریع‌تر بچرخه. میتونه تصاویری رو ضبط کنه و خطرهای احتمالی رو نشون بده. در کل پتانسیل زیادی داره. این تصاویر اطلاعاتی حیاتی برای مطالعه در اختیار دانشمندان قرار میدهند و این تنها مزه کردن مریخه و یافته های بیشتری در راه. ربکا مورل، BBC نیوز. ساعتش هم شبیه یک کیک نپخته است. بیشتر اون لحظه‌ای که میشینه گفت مزه کردن یاد افتاد. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. هر خبری که از این ربات هم به دست ما برسه ما سریع به اطلاع شما میرسونیم. ممنون از همراهیتون.